دوباره سلام به همه. امروز راجع به کلن کلین آرکیتکچر صحبت میکنیم و پترن ماژولار که تلفیق این دوتا در واقع یه رویکرد جدیدی کلن به نرم افزارهای موبایل میده و امیدوارم که حالا خوب باشه. من کیم؟ من سعید معصومی هم، تکنیکال تیم لید تپسی و تقریبا 9 ماهی که جوین تیم تپسی شدم و کاری که داریم میکنیم در واقع نسخه جدید اپلیکیشن ها تپسی، چه پسنجر چه درایور رو داریم میزنیم و خب معماری که تو این اپلیکیشن ها جدید استفاده کردیم تلفیق حالا همین پترن ها و معماری های مختلفه. معماری کلن چیه؟ معماری ساختار و در واقع دیزاین یه سیستم یا پروداکته در واقع به صورت کلی. حالا این عکس رو نگاه کنین، یه هاوس آف کاردزه. چیزی که توی این معلومه اینه که خب شما خیلی راحت با کشیدن یه کارت میتونین کل این خونه رو بریزین به هم و بخواین یه حالا بگیم یه سقف جدید به این اضافه کنین، خیلی براتون هزینه برداره دیگه، باید نمیدونم کارت رو از بالا بچینین و دوباره یه سری کارت بذارین. حالت ایدئال ترش میشه در واقع یه خونه در واقع تلفیقی از یه سری کامپوننت، مثل کامپوننت مثلا لوله کشی یا مثلا بگیم الکتریسیته و از اینجور چیزا. و خب خوبیش اینه که ما همیشه میتونیم کل خونه رو بدون اینکه جایشو عوض کنیم در واقع یه تیک از خونه رو، یه کامپوننتشو برداریم و کامپوننتشو یه جورای آپدیت کنیم. نرم افزارم دقیقا همینجوره. حالت ایدئال خونه در واقع میشه لگو هاوس یا مثلا خونه های لگویی، که ما میتونیم هر تیک از در واقع این خونه لگویی رو بدون اینکه کل مجموعه تغییر بکنه ما اینو آپدیت بکنیم. و خب این یه جورایی برای ما خیلی ایداله دیگه و دوست داریم که نرم افزار ما هم به این در واقع سمت بره. حالا یه نقشه یه رستوران رو میبینیم که تو این نقشه ما چیزی که داریم میبینیم در واقع بخشه مختلف خونه است، میگم رستورانه، که ما از این نقشه داریم کلیت میبینیم که مثلا سرویس بهداشتی این کجاست، آشپزخونش کجاست، میزبان ها کجا میشینن و در واقع داریم اینا رو میبینیم. پس چیزی که نقشه یه خونه داره به ما میده اینه که نمیگه که دیوارش از چه جنسیه، میزش از چه جنسیه، در واقع داره اینتنت اون رستوران رو به ما میگه که هدفش مشخصه. ما میخواییم بدونیم آشپزخونه کجاست، میخواییم بدونیم که مهمون ها کجا میشینن و کلیت اینه. پس در واقع یه جورایی داره اون نقشه به ما داد میزنه که آقا این یه رستورانه. به این میگن اسکریمینگ آرکیتکچر، در واقع یعنی این که شما از رو نقشه بتونیم بفهمیم که کل مجموعتون داره چی کار میکنه. پس حالا معماری چیزی که میتونیم نتیجه بگیریم ازش اینه که در مورد هدف اون مجموعه است و در واقع در مورد یوز کیس های اون مجموعه است. یوز کیس به این معنی که هر حالا خونه یا مثلا رستوران، کتابخونه و نقشه های این شکلی یه سری یوز کیس دارن، یه مثل اینکه میخوان یه سرویسی ارائه بدن، نمیدونم کتابا فلان جا باشه، سرویس بهداشتی اینجا باشه. پس معماری یه جورای این شکلیه. معماری نرم افزارم دقیقاً همینه. در واقع ما باید از معماری هدف اون مجموعه رو بدونیم و در واقع یوز کیس هایی که میتونه به ما کمک کنه. خیلی وقتا ما میگیم که MVP داریم، MVVM داریم، RX Java داریم، نمیدونم دگر داریم، فلان داریم. اینا هیچ کدوم معماری نیستن. حتی MVP و MVVM و اینا معماری نیستن. همه اینا یه سری پترن هم و یه سری ابزارن که به ما کمک میکنن که معماریمون خیلی خوب باشه. پس معماری کلن چیه؟ یه چیزی که خیلی یه چند سالی هست باب شده در واقع کلین آرکیتکچره، که کانسپت اصلی کلین آرکیتکچر برمیگرده به تقریبا 2-3 دهه قبل که یه چیزی به اسم یوز کیس دریون دیولپمنت اومد و همه داشتن در واقع این صحبت میکردن. بعد کتابای مرتبط با آبجکت اورینتد اومد و خیلی داشتن همه روی این حرف میزن، در واقع رو آرکیتکچر و کلین آرکیتکچر داشتن صحبت میکردن و کانسپتش کانسپت جدیدی نیست. اتفاقی که افتاد این بود که در تقریبا 95-96 میلادی وب اومد و وب که اومد MVC معرفی شد و چون کل دنیا داشتن میرفتن به سمت وب، همه دیگه درگیر MVC بودن و چیزی که غافل شده بودن معماری محصولاتشون بود. و خب MVC هم همه میدیدیم خیلی چیز خوبی نیست دیگه. حالا کلین آرکیتکچر چیه؟ کلین آرکیتکچر خیلی چیز پیچیده و عجیب غریبی نیست، در واقع از کانسپت هایی که
دو ده هست همه دارن ازش صحبت میکنن و در واقع اینا رو ترکیب کرده با هم دیگه. این نمای کلی حالا بگیم کلین آرکیتکچره که میبینید شبیه یه پیاز میمونه که یه سری لایه داره. و حالا این لایه ها بگیم چیان، از اون وسط حالا این پیازه شروع کنیم که در واقع انتیتی ها مونن. انتیتی در واقع اپلیکیشن ایندیپندنت بیزینس رول ماه، در واقع همون دومین ماژول یا حالا اونایی که اندروید میزنن همون بخش ماژول دومینتونه. کاری که ما تو این میکنیم اینه که ما در واقع یه سری مدل توش میذاریم تو این لایه، در واقع چیزاییه که بیزینس ما رو مشخص میکنه، کانسترینت های بیزینس و اینکه ما قراره توی حالا اپلیکیشنمون چه کارهایی انجام بدیم. در واقع انتیتی ها چیز خاصی نیستن به غیر از یه سری مدل، یه سری الگوریتم، یه سری فانکشن و یه سری دیتا کلاس یا دیتا استراکچر و از این خارج نیستن. و در واقع انتیتی ها دارن بیان میکنن که ما از بیزینسمون چی میخوایم. بعد این لایه تقریبا خیلی کم تغییر میکنه چون بیزینس ما همیشه رول های بیزینس ما کم تغییر میکنه. یعنی اگه ما قرار باشه یو آی مون رو عوض کنیم، مثلا بالفرض بخوایم نمیدونم از به جای دیتابیس مثلا دی بی فلو بریم مثلا تو روم یا از اینجور کارا بکنیم، تو این لایه نباید تاثیر بذاره. همه اینا جزئیاته، ما تو این لایه با کلیات بیزینسمون کار داریم. بعد احتمالاً هم اکثرتون اگه کلین آرکیتکچر زده باشین، چون که احتمالاً بیزینس لاجیکتون شیر نیست با سمت بکندتون، شما در واقع یه سری بیزینس آبجکت دارین با توی اون سینگل اپلیکیشنتون و چیز خیلی حالا عجیب غریبی هم نیست دیگه، همتون از این استفاده کردین. لایه بعدی در واقع یوز کیس ها یا حالا اینتراکتور ها یا حتی بهش بعضی وقتا هم کنترلر میگن. یوز کیس در واقع اسپسیفیک بیزینس رول های ماه، به این معنی که خب ما فرضاً مثلا ما داریم تو تپسی اپلیکیشن درخواست ماشین میدیم، ما یه سری رول داریم که چه سمت بکن چه سمت موبایل شیره بین همه چیزا، پس اون میشه انتیتی های ما. ولی یه سری چیزا هست که مثلا ما میخواییم ماشین درخواست بدیم تو اپلیکیشن، خیلی مربوط به اپ اندروید آی او اس ماه، پس در واقع یه اشتباهی که اکثر همه میکنن اینه که تو ماژولایی که برای کلین آرکیتکچرشون میسازن میان تو دومین لیر هم انتیتی میذارن هم مثلا یوز کیس میذارن و اینتراکتور میذارن و حالا یه سری چیزا ریپوزیتوری. ولی نکته اینه که انتیتی ها خیلی کلی ترن و با یوز کیس ها خیلی فرق دارن، در واقع شیر توی کل مجموعتون و یوز کیس ها در واقع داره مشخص میکنه که ما از اون بیزینسی که داریم تولید میکنیم، از اون اپی که داریم تولید میکنیم چه نیازهایی داریم. در واقع هر یوز کیس هم اکثرا همتون کار کردین، یه یوزر یه ریکوستی در واقع میزنه، در واقع یه اکشنی پرفورم میشه و یه خروجی میده. اکثرا تون هم احتمالاً یه تابع اکزیکیوت دارین و خیلی شبیه کامند پترن، یعنی یوز کیس ها در واقع یه ورودی میگیرن، اکزیکیوت میشن و یه خروجی میدن و دقیقاً همون میشه گفت کامند پترنه. و ما تو این لایه خیلی به این که قراره چه دیتیلی داشته باشیم توجه نمی کنیم. برای مثال اینو اگه نگاه کنید، در واقع یه یوز کیسیه که میخواد یه اوردری در واقع یه سفارش رو میخواد انجام بده، کلن خیلی چیز مشخصی هم هست، یعنی ما در واقع با یه نگاه میتونیم بفهمیم خواستمون از کرییت اوردر چیه. یه سری دیتا داره مثل شیپمنت دستینیشن، پیمنت انفورمیشن، نمیدونم کاستمر آی دی و اینجور چیزا و اینا همون میشن انتیتی های ما که کلن بین اپلیکیشن ما در واقع حالا بگیم محصولات ما شیره. و یه سری توضیحات داره، میگه که اگه ما بخوایم یه اوردری در واقع بسازیم باید یه سری ولیدیشن روی این دیتا انجام بشه، یه سری مثلا آیدیا فرستاده شه، یه سری از اینجور کارا بکنیم و یه سری اکسپشن هم میتونه در واقع بده که اکسپشن ها میشه مثلا اینکه نمیدونم یه دیتای ولید نباشه یا همچین اتفاقی. پس ما تو اینجا داریم میگیم که آقا ما اگه بخوایم یه اپی بزنیم، حالا مثلا فرض مثلا دیجیکالا که یه بخشی داره که میخوایم یه سفارشی بدیم، اون یوز کیس یا اینتراکتور ما خیلی چیز عجیب غریبی نیست، مثلا میخواد یه محصولی رو به سبد کالاش اضافه کنه، ما کلیات اینو مینویسیم تو یوز کیس ها و خیلی به اینکه پیاده سازیش چه شکلی توجه نمیکنیم. پس دوباره ما یه لایه دیگه داریم به عنوان حالا اینتراکتور. حالا میریم لایه بعدی که به عنوان اینترفیس ادپتر دارن ازش صحبت میکنن،
که اینجا در واقع اونجاییه که شما دیتا هایی که از سمت بیزینستون داره بهتون میاد، همون انتیتی ها تبدیل میشن به مدل ها و آبجکت هایی که برای حالا اپلیکیشنتون مناسب تره. مثلا فرض کنین که شما یه آبجکت یوزری رو گرفتین ولی میخواین یه ریکوست به سمت سرورتون بزنین، پس شما یه دیتا ترانسفر آبجکت میخواین، پس یوزره رو مپ میکنین به یه آبجکتی که برای لایه بالاییتون که حالا بگیم مثلا رتروفید یا هر چیزی راحت تره. در واقع این لایه چیزی نیست به غیر از یه سری اینترفیس. و اینکه ما چرا اینترفیس داریم تو این لایه میذاریم، در واقع یه سری باوندری داریم مشخص میکنیم، یه سری مرز داریم تو این لایه مشخص میکنیم. این مرزا یه معماری هم حالا تو اینجا مطرح میشه، بهش میگن Entity Boundary Interactor Architecture، که در واقع میاد میگه که اون اپلیکیشن ما یه سری انتیتی داره، حالا گفتیم چیه، یه سری اینتراکتور داره و یه سری حالا باوندری داره. این باوندری ها اون خروجی های اینتراکتور ها رو مپ میکنن به یه سری آبجکت دیگه که حالا میتونیم ما کنارش یه اپ موبایل داشته باشیم، یه اپ سرور داشته باشیم، بک‌اند داشته باشیم. و این یه معماری کلی تریه که مشتق شده MVCه، ولی حالا تو اینجا ما داریم ازش استفاده میکنیم. بعد این گفتم اینا یه سری اینترفیس هست. این که ما چرا اینترفیس داریم تو این لایه، برای اینه که ما میخوایم نسخه های مختلف، در واقع ایمپلیمنتیشن های مختلف از اون اینترفیس همون داشته باشیم. و خب این دست ما رو باز میذاره که ما بتونیم خیلی راحت مثلا از دیتابیس سویچ کنیم به نتورک، از نتورک سویچ کنیم به دیتابیس، یه لایه کش بذاریم. به خاطر همین ما اینجا رو ابسترکت میکنیم، یعنی هرچی ما لایه های ابسترکتمون بالاتر باشه، دستمون کلن تو معماری برنامه هم بازتره. اینجا همون جاییه که در واقع MV، حالا هر چیزی که میتونیم استفاده کنیم میاد اینجا، MVVM، MVP، MVC. و باز یه خوبی که داره اینه که دوباره شما یه قسمتی دوباره ابستراکشن درست کردین و خیلی از اون نیازهای بیزینسیتون جداه. لایه بعدی در واقع میشه فریمورک ها، درایور هامون، که اینجا اون لایه‌ایه که حالا ما شروع میکنیم به ایمپلیمنتیشن اپمون، که حالا ما میخوایم، تا قبل این ما فرضمون اینه که ما میخوایم حالا یه اپی تولید کنیم، برامون مهم نبوده که اندروید باشه، iOS باشه، وب باشه، هر چی باشه. ما تو این لایه است که میایم حالا اسپسیفیک میگیم که دیتیل بیزینسمون چی ازمون میخواد. بعد تو این لایه در واقع یه مکانیزمیه برای دلیور کردن اون بیزینس رول هامون و همه اون دیتیل هایی که ازش صحبت میکردیم، مثل اینکه از رتروفیت استفاده کنیم، از دیتابیس مثلا دی بی فلو استفاده کنیم، یا یو آیمون به جای اکتیویتی از فرگمنت باشه یا کاستم ویو باشه، همه اینا تو این لایه قرار میگیره. و این کلیت اینه که کلین آرکیتکچر داره اینو به ما میگه. ولی حالا واقعا کلین آرکیتکچر داره از چی صحبت میکنه؟ همه اینا تا یه حدی برای ما شاید بدیهی باشه، شاید حالا بگیم آره اوکی اگه اینطوری باشه بهتر میشه، ولی کلین آرکیتکچر چیزی نیست جز دیپندنسی رول، در واقع یکی از اصول سالیده که همون دیپندنسی اینورژنه، که میگه شما تا میتونین اپتون رو بشکنین به ماژول هایی یا کامپوننت هایی که هر کامپوننت فقط لایه های بالاترش رو بتونه ببینه و از لایه های پایین ترش خبری نداشته باشه. یعنی انتیتی ما که اولین در واقع لیر ماه، از هیچ چیزی خبر نداره، صرفا یه سری رول مشخص میکنه و لایه بالاتریش که یوز کیس هامونه، کاری که میکنه اینه که فقط میدونه انتیتی هاش چیه، نمیدونه ایمپلیمنتیشنش چه شکلی قراره باشه. و این دست ما رو بازتر میذاره، چون که دیپندنسی رول لایه های ابستراکشن تو اپ تولید میکنه و اینا باعث میشن که ما بتونیم خیلی اپ بهتری داشته باشیم. یعنی خیلی هم مشخصه دیگه، الان ما در واقع با این حالا توضیحی که در مورد کلین آرکیتکچر دادیم، اتفاقی که افتاد ما کلن مستقل شدیم از هرچی فریمورکه، یعنی ما تقریبا هرچی نیاز فریمورکی تو اپلیکیشنمون هست رو حذف کردیم و تو ایمپلیمنتیشن اینا خودشون رو بروز میدن چه شکلی هست. اپمون خیلی تستبل تره. چرا؟ چون که انتیتی ها که خیلی راحت یونیت تست میشه براشون نوشت، اینتراکتور ها هم چون دوباره دیپندنسی به هیچ فریمورک دیگه ای ندارن، یه سری یونیت تست میشه نوشت براشون. دوباره لایه اینترفیس هامون که گفتیم اونجا پریزنتر ها میان و حالا چیز این شکلی، یا اینترفیس ها ریپوزیتوریمون یا دیتا سورس هامون، اینا هم خیلی راحت تست میشن دیگه. یعنی یونیت تست برای اینا نیازه، یعنی ما یه تست خیلی سنگینی که امولاتور ران کنیم نیاز نداریم،
جایی که حالا تستای سنگین تر نیازه اون لایه درایورامون رو با فریم ورک هامونن، پس ما تا حد خوبی از اپمون رو تست نوشیم براش و خب راحت هم براش تست نوشیم. چیز دیگه ای که هست اینه که ما از دوباره از یو آی و هر چیز دیگه ای که فکر کنیم دوباره مستقل شدیم. همه اینا به ما کمک میکنن که ما تو مرور زمان که تکنولوژی ها جدیدتری میاد، مثلا یه روز آریکس جاوا رو بورسه، بعد روز بعد کوروتینز میاد و همه میگن که خب بریم سراغ این. وقتی که شما لایه های زیادی از اپ داشته باشیم و سعی کنید لایه هایی که به بیزینستون مرتبط میشه رو خیلی از فریم ورک ها و چیزای دیگه استفاده نکنید، خیلی راحت میتونید لایه های پایین تر رو بیاین براش از سویچ کنیم بین لایبری ها مختلف. یا مثلا اگه فرض میکنید که دوتا لایبری الان اومده رو بورس، نمیدونین مثلا لایبری A رو استفاده کنید یا B، باز دوباره خیلی راحت چون لایه های زیادی رو داریم میتونین خیلی تستی یه تیکه رو با فلان لایبری بریم، مثلا یه تیکه رو با آریکس بریم، یه تیکه رو با مثلا کوروتینز. این هم حالا در واقع اینکه معماری اپمون چه شکلی میشه، یه همچین چیزی میشه در واقع که ما تو اون وقتی که فرض کنیم که یه یوزری داریم که میخواد یه درخواستی بده، مثلا روی دکمه کلیک میکنه، اتفاقی که میفته این یوزر وقتی روی دکمه کلیک میکنه در واقع یه مدلی از جنس ریکوستی یا هر چیزی میسازه و این میاد به ویو ما میرسه و وقتی به ویو میرسه این تبدیل دوباره میشه به یه سری ویو مدل که این ویو مدل ها رو پرزنتر خیلی خوبتر میشناستش و پرزنتر اینو ارسال میکنه به در واقع یوز کیس ما. حالا اتفاقی که تو یوز کیس میفته، یوز کیس میتونه اینا رو شیر کنه با انتیتی ها، مثلا روی این آبجکت یه الگوریتمی رو اجرا کنه یا مثلا اینو تبدیل کنه به یه مدل دیگه و حالا این یوز کیس اینو پاس میده به لایه بالاترمون، در واقع همون ریپوزیتوریان. اینجا دوباره یه سری ما اینترفیس داریم، دوباره این اینترفیس میتونه این مدلی که حالا عوض شده رو پاس بده به یه سری دیتا استور، دیتا سورس. و حالا اینکه حالا این مدل باید دقیقاً چه اتفاقی روش بیفته، میفته تو اون لایه آخر ما که همون درایورها و فریم ورکامون بودن و اتفاقی که میفته این مدل میره توی ایمپلیمنتیشن، حالا بگیم اندروید یا آی او اس یا هر چیز، و این حالا عوض میشه و دوباره این مسیر رو برمیگردونه و دوباره مدلش رو پاس میده به حالا یوز کیس و یوز کیس دوباره یه دونه ریسپانسی یا ریزالت یا هر چیزی به پرزنتر پاس میده و حالا کاربری که رو دکمه کلیک کرده بود احتمالاً اینجا یه خروجی خوبی رو میبینه. پس حالا اگه ما بخوایم بگیم که یه اپی داریم میسازیم، اتفاقی که میفته ما ماژولامون یه همچین چیزی میشه، در واقع ما اون لایه بالاتر یه ماژولی میسازیم به اسم بیزینس لاجیک که دیپندنسی خاصی هم نداره، صرفاً حالا یه کد کاتلینه یا جاوا یا هر چیزی و لایه بعدی اینجا همون انتیتی هامون هستن. ماژول بعدی اپلیکیشن دومینمونه، در واقع این لایه ما میایم یوز کیس ها و یوز کیس هامون رو مینویسیم. بعد یه لایه بدترش که میشه در واقع همون اینترفیس ها، اینترفیس ادپترامون، تو این لایه ما میایم پرزنتیشنمون و اون دیتا لیرمون رو میسازیم. تو پرزنتیشن میایم حالا اینکه تصمیم بگیریم از MVP بریم، MVVM بریم یا هر چیز، اینجا اونو مشخص میکنیم و تو دیتا لیرمون هم میایم اینترفیس های ریپوزیتوری و حالا اینکه قراره اینا با چه دیتا سورس های ارتباط برقرار کنن رو مینویسیم و در آخر میتونیم بیایم حالا ماژول های اندروید، حالا آی او اس، فرانت یا هر چیزی که میتونیم با یه زبون مالتی پلتفرم کد بزنیم و تو اینجا درست میکنیم. تا اینجا همه چی خوب بود، ولی یه مشکلی تو کلین آرکیتکچر هست. حالا تا الان کسی اگه سوالی داره، چیز داره، میتونه بپرسه، اگر نه که بریم سراغ مشکلایی که کلین آرکیتکچر ایجاد میکنه. کسی سوالی نداره؟ دارم برای یه سوالی هم، یه سوالی هم دیتیله. یکی از مشکلاتی که تا باشه هر شده باشه ولی من سمده بازش بده کنم، یه مشکل موقعی که یه ذره فاز میده سمت اینکه سابسکریپشنه، یعنی اینکه یه چیزی از اون برمیاد و حالا ما باید بریم به ازت داده یا بیم مدل های اون را اون را بسرش که اون دیتا فیس کنجا خراب بید. یه سر بلندتر ساعت میسی یا بکس دو در کچ حالا که سواله بود بودم این سواله این چیز من همشه هم میام بگیم آلومتر بودم چیز این مثلا تو یه مسیجی میاد، یه اتفاق میبینه، یه ایونت را سواله بودم تو در دوم نیست، یه چیزی از اون میاد، خب یوز کیسه، حالا یوز کیس معمولا یک پازیتوری خورد میکنه،
معمولا پرزن چیزی خود نمیکنه. میتونی مثلا ایونت پاس بزنی، یه کار اینجوری بکنی، ولی خود ایونت پاس بزن به نظر من خیلی چیز ناجوریه. وقتی استفادهش میکنی بورد پروژه بعد دو ساعت بکنیم بگیده که آقایی دیتای از کجا در کجا تمیستر باش که خیلی فرمان اینه که زر آلیکس جاوه چیزی اون وسط باشه که سابسکریپشن وجود داشته باشه. معمولا یکی هم چیزی که من دیگه مشکل که این به وضع داشتم به یه مشکل که خیلی دیتیده، ولی من انتیتی ها خیلی کودی هم انتیتی هایی که معمولا میگم خیلی آبجکت اورینتد یعنی شبیه دیتا بیس نیستی هم واقعا آبجکت یه چیزی خود میکنم، ولی اینکه این یه جای نال یه جای نال یه سرور عوض میشه سرور میاد اینجا حالا یه سری مشکلات دیتیلی میگم با این کلیت چیزی که من تا سرکم باشد اولم داشتم اینا در واقع میشه بخوام سوال تو بگم در واقع میگی که ما یه سری اپلیکیشن داریم که اینا یه سری استیت دارن نگر میدارن و حالا اینکه ما بفهمیم این استیت عوض شده چه جوری حالا لایه پرزنتیشنمون نوتیفای شه میگی یکم سخته، یا باید آریکس یا باید ایونت پاس بزنیم یا حالا با آریکس یه سری کارا بکنیم، یه همچین چیزی میگی دیگه. آره یعنی بیشتر من مشکلی که نشد بسیار باشم مثلا این سمپل یه سمپل توی این سمپل نگیدم که چی تمیز داره ها یه سمپل دیگه من کلا دومین و آلکس جاوا رو تو استفاده می کنم یعنی تو بالا این دیگه هیچ روش نداره ولی این ترکتور ها من معمولا آلکس جاوا رو می زنم یا آزاد رو می زنم که دارم اون دیگه برد. اینکه حالا تو دومینا از یه لایبرری خاص استفاده کنیم خیلی حالا مسئله خاصی نیست، چون که در واقع وقتی مثلا ما بگیم که از آریکس میخواییم استفاده کنیم احتمالاً داریم تو کل اپلیکیشن رو از آریکس استفاده میکنیم، پس اوکیه که تو لایه های بالاتر رو از آریکس استفاده کنیم. ولی این چیزی که حالا گفتی برمیگرده به مشکلهایی که کلین آرکیتکچر داره سمت دیولوپمنت موبایل ایجاد میکنه. اکثر ما یه سری چالش داریم، کلاً اپایی که ما داریم میزنیم در واقع دارن یه سری دیتا مصرف میکنن، در واقع دارن یه سری API کال فقط میزنن، برخلاف اپایی که سمت وب هست. اپای سمت موبایل ما خیلی ازشون توقع خاصی نداریم، صرفاً میخوایم که یه سری کارا بکنن، کارهای از جنس API کال کردن، ولی از یه اپ وبی ما توقعات بیشتری داریم. پس اپای موبایل اصولاً کار کمتری دارن استفاده دارن انجام میدن، پس ما یوز کیس های آنچنان پیچیده ای نداریم، یوز کیس همون همشون تقریبا توی اوردر دارن کار انجام میدن و اونم دیتا مصرف کردنه. اکثر ما هم که داریم با مشکلات پلتفرمی اندروید داریم دست و پنجه نرم میکنیم یه جورایی، و فکر کنم اکثر ماها بیشتر مشکلاتمون با لایف سایکل خود اندرویده و اکثر تایممون داره سر اون مصرف میشه، یا حالا مشکلات اینکه یه جا مموری لیک میخوریم، یه جا مثلا مموری داریم زیاد مصرف میکنیم، یا مثلا یه اپ لوکیشن بیس داریم میزنیم از گوگل نمیتونیم مثل درستابی در واقع لوکیشن بگیریم، همش داریم با مشکلات این شکلی سر و کله میزنیم. و یه اتفاقی که میفته وقتی که یه سری اپلیکیشن ها به سمت انترپرایز شدن میرن، یعنی تقاضا بازارشون زیاد میشه، حالا بگیم مثل تپسی و اسنپ و چیزای این شکلی، اتفاقی که میفته اینه اینا به مرور زمان تیمشون رو گنده تر میکنن، یعنی دیولپرهای بیشتری میگیرن، و خب این تیم گنده تر شدن یه سری چالش داره، و چون که اینا خیلی باید یه جنبه رقابتی داره براشون مجبورن که خیلی فیچر به اپاشون اضافه کنن، پس نیاز از سمت بیزینس ساید در واقع نیاز این که فیچر تو اپ دیولوپشن هم زیاده. بعد این باعث میشه که کد بیس ما همینجوری هی گنده و گنده تر شه، و وقتی که ما نیروی زیادتری میگیریم مشکلی که پیش میاد اینه که خب یه کد خیلی بزرگی داریم، یه سری آدم باید با هم کار کنن، احتمالا کلی مرج کانفلیکت میخوریم اون وسط، و از اون ور بیزینس دوست داره که همیشه فیچرها زودتر برسه و این اتفاق نمیفته. و همه اینا مخصوصا سر این که مثلا یه اپی مثل تپسی که اگه یه باگی داشته باشه تو روز میتونه تا 100 میلیون هم ضرر کنه یا حتی بیشتر، نیاز داریم که ما یه معماری هم برای سمت تستمون داشته باشیم، در واقع همونطور که سمت اپلیکیشن ما یه معماری برای خودش داره، سمت اون کدای تست ما هم باید برای خودش یه معماری داشته باشه، و اینا وقتی که اپ گنده تر میشه حس میشه. پس تا اینجا فهمیدیم که کلین آرکیتکچر هم اونقدر نمیتونه به ما کمک خاصی بکنه، چون که در واقع کلین آرکیتکچر بیشتر برای سمت وب داره صحبت میکنه که اگه این کار رو بکنیم خیلی از مشکلات حل میشه، ولی گفتیم ما سمت اپ یوز کیس ها خیلی مشخص تری داریم و مشکلات در واقع اون لایه درایور و فریمورک های ما باگای بیشتری دارن، و
و اکثر تایم ما داره سر باگ فیکس کردن اونا میره. پس نیاز داریم که یه جورایی کلین آرکیتکچر رو برای خودمون باز مهندسی کنیم. حالا اینکه چه جوری میشه این کارو کرد، من قبلش ماژولار پترن رو توضیح بدم. نمیدونم احتمالاً خیلیاتون ماکرو سرویس و این معماری این شکلی رو شنیده باشین. ماژولار پترن هم یه همچین چیزیه. در واقع میگه شما وقتی که یه اپ مونولیس دارین که در واقع یه اپیه که همه سرویس‌هاش تو خودشن، اینو بشکنیم به مونولیس‌های کوچیک‌تر که هر کدوم برای خودش کار کنه. و خب این خیلی بدیهیه که یه خوبی داره. خوبیش اینه که وقتی که ما تیممون گنده‌تر میشه میتونیم آدمای مشخصی رو توی سرویس‌های مشخصی بذاریم کد بزنن، و از اون ور ما خیلی راحت میتونیم کدمون رو ارگانایز بکنیم به این شکل که خب هرچی فیچر از سمت بیزینس بیاد احتمالاً تو یه سری از این ماژول یا کامپوننت ها میره و حالا اون تیم میتونه اینا رو دلیور کنه. وقتی که ما ماژول های در واقع مستقل از هم داشته باشیم، اتفاقی که اینجا میفته اینه که ما خیلی راحت میتونیم این ماژول ها رو احتمالاً اگه مثلا تو تپسی ما داریم پسنجر میزنیم، احتمالاً یه ماژول تو درایور هم مشترکه، پس خیلی راحت اینا میتونن ریوزبل باشن و از یه طرفی هم خیلی قابل نگهداری و تست و کلا خوبن. و کلن هم یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که این ماژولای مختلف رو خیلی راحت‌تر میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم، برخلاف اینکه ما یه کد بیس خیلی گنده داشته باشیم که همه توش دارن کد میزنن. ماژولای مختلف ها چون هر تیم داره برای خودش دیولپ میکنه، احتمالاً آپدیتی برای ماژول بیاد رو ماژولای دیگه تاثیر نمیذاره. ولی تو حالت قبلی ما داشتیم یه ماژولی رو عوض میکردیم، احتمالاً کلی جا در واقع یا با کدای بقیه کانفلیکت میخورد یا کلی جا باید ریویو میشد که تأثیر نداشته باشه. و یه خوبی دیگه که داره اینه که وقتی که ما نیروی جدید تو تیممون استخدام میکنیم، خیلی راحت میتونه این فرد آنبورد شه، چون که خیلی راحت تر میتونیم بیزینس رو بهش توضیح بدیم، چون ماژولای کوچیک‌تری داریم و احتمالاً طرف اول کارش میخواد با یکی دو تا از این ماژولا کار کنه. پس اینم حالا یه رویکرد خاصی بود. حالا میتونیم این دوتا رو با هم یه جورایی تلفیق کنیم و تلفیق اینا به ما در واقع یه معماری مدرن تری رو به اپلیکیشن ها میده. و حالا چجوری ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ دوباره برمیگردیم به کلین آرکیتکچر. کلین آرکیتکچر کلن چیز پیچیده رو نمیگفت، میگفت که همیشه از دیپندنسی رول استفاده کنین، ابستراکشن لیر برای معماریتون داشته باشین. و کلن هم دوتا اصل داره، شما هی لایه های ابسترک بیشتری بسازین و این مرز در واقع این حالت دیپندنسی که پیش میاد و لایه ها هر لایه بالایی فقط پایینش رو میبینه و از لایه بالاتریش خبر نداره رو توش اجرا کنین. اتفاق بعدی که میتونین انجام بدین اینه که حتما کلین آرکیتکچر سیلور بولت برای بیزینس شما یا حالا اپ شما نیست. شما میتونین با درکی که از کلین آرکیتکچر داریم میدونی که اگه من همیشه بخوام این تراکتورامو این شکلی بزنم، دارم الکی وقتمو هدر میدم. میتونم یه ریفکتوری روش انجام بدم، یه جوری برای بیزینس خودم اینو ریفکتورش کنم که بهتر باشه. خب پس تا اینجا بودیم که کلا از اینکه کلین آرکیتکچر حتما یه تجویز خیلی درستی هست و عوض کردنش نترسین و خیلی راحت اگه حس میکنین یه تیکش اگه یه جور دیگه ایمپلیمنت کنین، یه جوری که حالا اون اصول پایه‌ای کلین آرکیتکچر هم زیر سوال نبره، نترسین و این کارو بکنین. و چیزی که داره در واقع جواب میده تو اپ های حالا بگیم موبایلی یا وبی اینه که معماری در واقع دیتا فلو یه طرفه خیلی خوب داره جواب میده، مثل فلاکس MVP و MVVM هم یه جورایی دیتا فلو یه طرفن، به این شکل که شما یه درخواستی میدین، این از یه سری حالا کامپوننت رد میشه به یه جوابی میرسه و دوباره همون مسیری که اومده رو برمیگردونه به اون جایی که اولش بوده میرسه. همیشه میبینی یه در واقع مسیر رو داره طی میکنه. بعد خب فلاکس خیلی مدرن تر از MVP و MVC و ایناست و خیلی بهتره، مخصوصا وقتی شما میخواین اپای در واقع استیت بیس بنویسین که استیت بیس میشه اپای مثل اوبر، مثل نمیدونم آمازون، اینایی که یه در واقع یه درخواستی میخواین تو اپ بدین و بعدش یه ریسپانسی بگیرین و اون ریسپانس خیلی دیپنده به اینه که چند تا استپ قبلش بدونی چه اتفاقاتی افتاده. بعد فلاکس و حالا معماری این شکلی کلا خیلی آسونن برای یادگیری و خیلی هم تستبل ترن نسبت به معماری دیگه. بعد
یه پترن دیگه هست به اسم باوندد کانتکست که در واقع دومین دریون دیولپمنت یه جورایی که میگه شما احتمالاً وقتی دارین یه اپی میزنین کانتکست زمینه‌های مختلفی تو اپتون دارین، مثلا یه اپ حالا درخواست بگیم حالا یه چیزی دارین میزنین، احتمالاً یه بخش دارین که باید یوزر رو منیج بکنین، یه بخش پیمنت دارین، یه بخش اوردر دارین، اینا رو همیشه تو ذهنتون داشته باشین. میتونین اپتون رو یه جوری بنویسین که اینا ماژولای مختلفی در کنار هم باشن و این خودش یه پترنیه که خیلی کمک میکنه دوباره اپتون شکسته شه به تیکای خیلی مینتینبل تر. حالا ما کاری که تو تپسی داریم میکنیم و حالا تو اپای جدیدش انجام دادیم چیه؟ در واقع ما همین چیزهایی که گفتیم و یه جورایی داریم پیاده سازی میکنیم. چلنجر اصلی ما کلن این بود که ما خب تیممون داره گنده تر میشه، تقریبا نزدیک 50 تا دیولپر داریم و تقریبا 20 تاشون سمت موبایلن و خود همین زیاد شدن نیروها نیاز داره که ما کدمون بشکنیم به تیکای کوچیک‌تر، چون که از یه طرفی یا قضیه‌های مثل نمیدونم بیل تایم و نمیدونم مرج ریکوست و اینا پیش میاد که ما میخوایم که هم مرج ریکوست ها سریع‌تر انجام بشه هم بیل تایممون رو یه جوری کاهش بدیم. وقتی که اپ ماژولار باشه این اتفاق میفته، یعنی تیم‌های مختلف رو ماژول‌های کوچیک‌تری وقت می‌ذارن و حالا اونرای مختلفی دارن و اینا هم میتونن زودتر دیولپ شن، هم زودتر میتونن اینا حالا بیلد شن، حالا به پروسه اصلی خود پروژه بپیونده و اینا. از سمت بیزینس هم خب چون محیط رقابتیه همیشه فیچرهایی که از سمت بیزینس میاد زیاده و ما باید دنبال یه سلوشنی باشیم که اضافه کردن فیچر جدید به اپ خیلی باگ تولید نکنه یا خیلی کار از ما نکشه. و یه مشکل دیگه اینه که خب وقتی که فیچر زیاد میاد همونطور که گفتم کد بیس ما گنده تر میشه و کد بیس بزرگتر شدنش هم خب هزار تا مشکل ایجاد میکنه. بعد احساس به یه تیم پلتفرمی هم احساس شد یه جورایی. تیم پلتفرم کارش اینه که برخلاف حالا تیمایی که دارن فیچر دیولپ میکنن حالا اپ موبایل میزنن، کار اینا اینه که یه سری تولز درست کنن و به تیمایی که حالا دارن فیچر دیولپ میکنن اینا رو بدن و یه جورایی در واقع کمک میکنن که تیم اسکیل شه در واقع. بعد همه اینا باعث شد که ما یه تصمیم بگیریم این باشه که خب ایده فلاکس هست، کلین آرکیتکچر هم یه جورایی هست و خب ما اپمون یه جورایی استیت بیسه، ما معماری یه طرفه دیتا فلو برای ما خوبه، پس بیایم اینا رو با هم یه ترکیب کنیم. دوباره به یه نتیجه رسیدیم که ما خب خیلی از ماژولایی که داریم میزنیم مثل اینکه لوکیشن بده، نمیدونم از دیتابیس کاری بکنیم، همه اینا باز دوباره میتونن تبدیل شن به یه سری پروژه یا به یه سری ماژول و حالا یه تعدادیش هم میتونه اون تیم پلتفرم انجام بده. و دوباره ما گفتیم که خب هر چقدر ما لایه‌های ابستراکشنمون بالاتر باشه اپ مینتینبل تره، پس دوباره به اون چهار تا لایه‌ای که کلین آرکیتکچر معرفی می‌کنه کلا نباید بسنده کرد و تا می‌تونیم باید لایه‌های مختلف رو تو اپ بشکنیم. بعد دوباره همین پترن باوندد کانتکست رو استفاده کردیم. این باوندد کانتکست چجوری می‌تونیم رو پروژمون اپلای کنیم؟ به این شکل که خب مثلا یه اپی مثل حالا بگیم تپسی یه قسمتی داره که قبل درخواست سفرشه، یه جورایی کل پروسه این که شما شروع کنین از پیکاپ و دستینیشن مشخص کردن تا اینکه درخواست سفر بدین، همه اینا توی کانتکست میگنجه و حالا ما اسمش رو میذاریم پری ریکوست مثلا کانتکست. و خب یه کانتکست دیگه میتونه پیمنت باشه و این دوباره میتونه یه بخش مجزایی باشه که خیلی هم مربوط به کل اپ نباشه. معماری که حالا ما یه جورایی بهش رسیدیم یه همچین چیزیه. ما سعی کردیم اون تیکایی از معماریمون که شیر بین همه جاها رو اینا رو بکنیم در واقع یه استیکیتور و بین همه اپامون پخشش کنیم. بعد سعی کردیم که همون از باوندد کانتکست استفاده کنیم، کانتکست های مختلف اپو در بیاریم، مثلا نمیدونم یوزر منیجمنت، پیمنت، راید یا حالا پیج راید یا هر چیزی. اینا رو در واقع اینا خودشون یه جورایی مثل یه اپ میمونن هر کدوم از این کانتکست ها. و از اون طرف هم ما خب یه سری پلتفرم SDK و ماژول تولید کردیم که اینا یه جورایی هر کدومش یه سری ارزش افزوده به اون کانتکست ها اضافه میکنه و
و در کنار همه اینا یه پلتفرم تستی پیاده سازی کردیم که این باعث میشه که ما دوباره این اپو بتونیم هم اسپسیفیک یه بخشش رو تست کنیم هم کل اپو با هم. پس این معماری که گفتم خوبیش چیه؟ اینه که هر کدوم از اون باوندد با کانتکس هایی که دیدین هر کدوم از اینا میتونن یه دونه اپ باشن، یه مینی اپ در واقع، و کل لایه هایی که صحبت کردیم راجبش از پریزنتیشن تا دیتا تو هر کدوم از این کانتکس ها میگنجه. یعنی هر مثلا پیمنت کانتکس برای خودش هم مثلا MVP یا هر چیزی رو داره، هم یوز کیس ها و انتیتی ها خودش رو داره، هم دیتا لایر خودش رو داره. اتفاقی که میفته اینا خب کمک میکنن به این که ما اپمون یه جورایی خیلی مینتینبل تر باشه دیگه. در واقع چیپوندیم اپو به بخشای کوچیک‌تر و تو این وسط یه چیزی به اسم تویستر گذاشتیم که یه جورایی خودش بوتستراپه. در واقع این کاری که میکنه این همه این کانتکست ها رو با هم یه بایند میکنه و در آخر سر یه خروجی اپ میده بیرون. و کلن اتفاقی که میفته اینه که خب پس ما به جای یه اپ خیلی گنده‌ای که حالا بگیم بعد یه سال دیولوب شده و کلی یه میلیون خط کد تولید کرده، تبدیل میشه به یه سری مینی اپ های کوچیک‌تر و هر کدوم از اینا برای خودش یه جورایی یه معماری خاصی دارن و حتی میتونیم این کانتکست های مختلف رو برای خودشون اگه یه جایی حس میکنیم که اگه MVP بریم بهتره میتونیم اون تیکر رو MVP بریم، یا اگه فکر کنیم که یه تیکر رو فلاکس بریم بهتره میتونیم تیکر رو فلاکس بریم، یا حتی اگه یه روزی می‌خواستیم کلاً از MVP سویچ کنیم به یه معماری به یه پترن دیگه‌ای، خیلی راحت میتونیم توی این از این کانتکست‌ها این کارو انجام بدیم و بعدش ببینیم که آیا این کانتکسته که تو اونجا این کارو کردیم خوب بوده، بد بوده، نتیجه‌اش چی بوده و اینو اپلای کنیم به حالا کانتکست‌های بعدی‌تر. و این کلیت در واقع اینه. پس حالا بخوایم به یه جمع‌بندی برسیم، این بود که کلین آرکیتکچر کلاً خیلی چیز عجیب غریبی نیست، خیلی چیز پیچیده‌ای هم نیست. کل صحبتش اینه که ما اپو بشکنیم به یه سری لایه ابسترکت و تا میتونیم اون چیزایی که مربوط به بیزینسمونه رو جدا کنیم، اون چیزایی که مربوط به دیتیل ماجرا میشه رو بذاریم توی یه سری لایه دیگه و اون لایه هایی که دیتیلن فقط لایه پایینی رو ببینن و همینجوری بیایم به سمت همون دیپندنسی رول رو انجام بدیم. بعد فهمیدیم که یه چیزی هم هست به اسم ماژولار پترن که یه جورایی افراد حالا بگیم بکندین و ماکرو سرویس کردن و از اینجور کارا و اینو ما میتونیم تو سافت‌ویرهای خودمون هم انجام بدیم. بعد ترکیب این دوتا باعث میشه که ما اپو بشکنیم به یه سری حالا کانتکس های کوچیکتر و هر کدوم از اینا رو بتونیم دیولوب کنیم. این کار باعث میشه که خب ما هم اپ بهتری داشته باشیم، هم خیلی راحت بتونیم با تغییرات بیزینس یا تغییرات تکنولوژی باش ادابت شیم. این کلیات کلین آرکیتکچر بود و اگه سوالی چیزی دارین دیگه الان میتونیم بپرسیم. ادامه تموم شد تا اینجا. بعدش قسمت بعدی. بعدیش ان شاء الله جلسات بعدی.